بوکنامه. و اما فدراسیون جهانی جودو میگوید که مدارک مربوط به شکست اجباری سعید مولایی در مسابقه قهرمانی جهان را به کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده. این کمیته به بی بی سی فارسی گفته که بعد از بررسی کامل گزارش تصمیم خواهد گرفت. در گزارش ها آمده بود مقام های عالی رتبه ورزشی ایران در تماس تصویری با سعید مولایی از او خواسته بودند با باختن به رقیب بلژیکش ببازد تا با حریفی از اسرائیل روبرو نشود. مقام های ورزش ایران با رد این اتهام فدراسیون جهانی جودو را به فتنه انگیزی علیه ایران متهم کردند. گزارش پویا ژافره از آخرین تحولات این ماجرای جنجالی. امروز واقعا قهرمان جهان می شدم. خیلی تمرین کرده بودم، خیلی تلاش کرده بودم، زحمت زیادی کشیده بودم. من امروز سنگین ترین مسابقات داشتم با قهرمان المپیک، با برنز المپیک و تمام حریفان دیگر، همه را بردم. مصاحبه فدراسیون جهانی جودو با سعید مولایی، جودوکای ایرانی، در روزی که فینال قهرمانی جهان در توکیو برگزار شد. مصاحبه‌ای که در آن با صراحت از تماس تلفنی و دستور مقام‌های ورزشی ایرانی برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی دسته 81 کیلو خبر داده می‌شود. به نظر می‌آید وقتی طبق ادعای سعید مولایی از تهران با او تماس گرفته می‌شود، مقام‌های فدراسیون جهانی جودو هم شاهد ماجرا هستند. آنها بعد از شکست‌های مشکوک پیاپی این جودوکا حساس شده بودند و احتمال تکرار آن را می‌دادند. خودشان را آماده کرده بودند تا در صورت فرمان باخت مصلحتی این بار مدارک را طوری جمع‌آوری کنند که شرافت ورزشکاران زیر سوال نرود. وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک امروز به من گفتن که کشتی نگیرم، مسابقه جودو ندهم و من هم به خاطر قانون کشورم مسابقه ندادم. تلفن کردن، فقط به من گفتن نباید مسابقه دهی. من گفتم چرا نباید مسابقه بدهم؟ به من گفتن که قانون کشورم هستش و هر کسی هم که از این قانون سرپیچی کند، یعنی این قانون را زیر پا بگذارد، 100% به مشکل میخورد و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم و ترسیدم که شاید برای خودم و خانواده خودم مشکلی در ایران بشود. به من گفتن که نباید مسابقه دهی و من هم طبق این قانون مسابقه ندادم. همین بود. پیش بینی میشد که سیاست روبرو نشدن با حریفان اسرائیلی در ورزش ایران جایی دردسر ساز شود. قرعه اما به نام سعید مولایی خورد. فدراسیون جهانی جودو میگوید پرونده مستعدی را روانه کمیته بین‌المللی المپیک کرده تا در این مورد تصمیم بگیرد. بدون شک تا موقعی که این تصمیم گرفته شود، مسئولان ورزش ایران به خصوص جودو روزهای نگران کننده ای را پیش رو خواهند داشت. فارغ از اینکه پرونده به کجا میکشد، سعید مولایی سال دیگر به ژاپن برمیگردد برای المپیک، اما نه زیر پرچم ایران. من هر جا مسابقه باشد، در همه جا من مسابقه میدم، ولی من در کشوری زندگی میکنم که قانون به من اجازه نمیدهد، چون اگر من مسابقه دهم برای من بعدا مشکل میشود و این قانون را زیر پا میگذارم و برای من بعدها مشکل میشود، پرابلم میشود. من ورزشکار هستم و هیچ وقت کار سیاسی انجام ندادم. من فقط منشور المپیک رو میخوام اجرا کنم و یعنی من هیچ قصد و غرضی ندارم و هیچ مسابقه سیاسی انجام نمیدم. تشکر میکنم از خدای مهربان و تشکر میکنم از مثل پرزیدنت که امروز به من کمک کردن و این گارانتی رو به من دادن که تا خود المپیک من را کمک کنن که من بتونم به آرزوی ورزشی خودم که قهرمان المپیک هست به او برسم. ممکن است سعید مولایی بار دیگر قهرمان شود و ممکن است ببازد، ولی این بار فقط با یک حریف می جنگد، ورزشکاری که روبرویش قرار گرفته، صرف نظر از ملیتش. پوریا ژافره، بی بی سی. پیشتر در گفتگوی با وحید سرلک، قهرمان سابق تیم ملی ایران در رشته جودو که الان ساکن دورسبورگ آلمان است، از او درباره واکنش فدراسیون بین‌المللی جودو به موضوع سعید مولایی پرسیدیم. آقای سرلک هم در سال 2005 در آستانه گرفتن مدال طلا در مسابقات جهانی جودو در مصر بود، ولی به خاطر سیاست ورزشی ایران در مواجهه با حریفان اسرائیلی مجوز مجبور به شکست مقابل جودوکایی از جمهوری آذربایجان شد. این گفتگو رو ببینید. فدراسیون
جودو سالهای ساله که این موضوع رو داره پیگیری میکنه. دیگه یه جوری شده بود که خیلی لوس شده بود باختای مکرر سعید تو مسابقات مختلف سال قبل و امسال. خیلی باختای لوس و بیمعنی سعید داشت که خب برای همه دنیا باز شده بود این موضوع که چرا سعید مثلا میاد نفر اول المپیک، نفر دوم المپیک، نفر قهرمان جهان رو میزنه و میاد به کسایی که اصلا شاخص نیستن به یه طور غیر واقعی میبازه، بعدش گریه میکنه و همه خب میبینن مردم دنیا کور نیستن و این موضوع برای فدراسیون جهانی خیلی باز شده بود. منتظر یه عکس العمل واقعی بود و که مسابقات ابوظبی فکر کنم آسیایی ابوظبی ایران یه تعهدنامه امضا کرد که مثلا که ما منشور المپیکو قبول داریم که این دیگه مسابقه دیگه سعید خودش همه چی رو بازگو کرد که باید مسابقه رو ببازه به دلیل مثل همیشگی به دلیل مواجه نشدن با ورزشکار اسرائیلی. برای همین رئیس فدراسیون جهانی به سعید قول داد که همه جوره گارانتیش میکنه، همه جوره حمایتش میکنه که بتونه سعید در مسابقات المپیک شرکت کنه بدون هیچ دغدغه و هیچ به قول معروف ناراحتی. شما هم تجربه مشابهی داشتید، از تجربه خودتون بگید. خب تجربه من تقریبا بالا 10 سال پیش بود. 10 سال پیش همچین امکاناتی نبود به صورت رسمی، اینترنت و چه میدونم اینستاگرام، فیسبوک این چیزا نبود. خب برای من خیلی باز نشد، برای من خیلی بسته بود، ولی این سری دیگه خیلی دیگه باز شد. خب سعید هم بحثش فرق داشت. سعید سال گذشته قهرمان جهان شده بود، یه کسی که دنیا نفر اول رنکینگ، یکی از شاخص‌های اول المپیک میشه گفت سعید مولایی. خب این خیلی فرق داشت با بحث من نوعی یا کسای دیگه. برای همین 100% من فکر کنم فدراسیون جهانی پیگیر این قضیه هست و سعید رو حمایت میکنه. شما سر از آلمان در آوردید مثل سعید مولایی، ورزشکارای زیادی در ایران هستن که اونها هم همچین مشکلی دارن. چطور هست که بیشتر در جودو این طور دیده میشه که ورزشکارا بالاخره تصمیم میگیرند خودشون برن و پناهنده بشن و در حقیقت یک جوری میدون رو خالی بکنند؟ نه اینکه فقط حالا ما بگیم در جودو، کلا همه رشته‌های ورزشی. خب یه سری چیزایی هستش که توی یه سری مخالفت‌هایی هست، یه سری قوانینی هستش که این مقدار ورزشکارا رو اذیت می‌کنه. این مقدار که به یه جایی میرسه که یه شخصی میشه مثل سعید مولایی که میاد واقعا همه زندگیشو میذاره برای اون مدال. فکر کنم اگر مسئولین ورزشی ایران بیان یه مقدار این عرصه رو تنگ‌تر نکنن، این مقدار حالا پشیدن با ورزشکارا صحبت کردن، راه حلی پیدا کنن. یعنی واقعا ورزشکارا همه جا گفتن، حتی من، حتی سعید، ماها سیاسی نیستیم و ماها واقعا دوست نداریم سیاسی باشیم. اصلا ورزش جدا از سیاسته، ماها ورزشکاری و فقط میخوایم ورزش کنیم. اگر بتونن این قضیه‌ای که واقعا خیلی ورزشکارای ایران داره آسیب بهشون میزنه، واقعا دارن ناراحتشون میکنه، واقعا دارن از میدونهای جهانی دور میشن و یه طوری حلش میکنن، بسیار بسیار چیز خوبی میشد. این اتفاقهایی که داره میفته، واکنش مثلا فدراسیون ها از جمله فدراسیون بین المللی جودو، تا چه اندازه میتونه عرصه رو بر ورزش ایران سخت بکنه؟ خب 100% عرصه بر ورزش ایران سخت میشه. کسی که ضرر میکنه باز ورزش ایرانه، ورزشکارای ایران ها. الان چه اتفاقی میفته اگر فدراسیون جهانی بیاد یه عکس العمل روی قضیه سعید انجام بده و بیاد فدراسیون جدای ایران رو محروم کنه یا تعلیق کنه؟ خب چه کسی ضرر میکنه؟ تمام ورزشکارای ایران دیگه نمیتونن تو مسابقات شرکت کنن، حتی کسی اونی که دوپینگ کرده باشه از زندگی ورزشی دور میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ اون ورزشکارایی که تا امروز داشتن با جدیت تمرین میکردن برای مثلا مسابقات آسیایی، برای مسابقات بین‌المللی، خب دیگه ورزش نمیکنن، میگن برای چی ما ورزش کنیم، ما که یه مسابقه نمیریم. و واقعا این ضرر رو ورزشکار میکنه. به نظر من فدراسیون زیاد ضرر نمیکنه، به نظر من جامعه ورزش ضرر میکنه. برای همین اگر ما بتونیم، ماها که نمیتونیم، اگر بتونن سیاستمدارای ما بتونن یه جوری این قضیه رو حل کنن که ورزش و ورزشکار ضرر نکنه، خیلی عالی میشه. این فشارهای بیرونی مثلا فشار فدراسیون بین المللی جودو و همینطور این حس داخلی که شما بهش اشاره کردید، آیا میتونه باعث تغییر رفتار حکومت بشه؟ فکر میکنید میتونه باعث بشه که مسیر دیگه ای رو انتخاب بکنند؟
من فکر کنم متاسفانه نه، چون که اصلا ماها نمیدونیم این منشأ کجا شروع شده تو ایران و ماجرای چیه. متاسفانه من همیشه تو مصاحبه هم گفتم خیلی ها تو ایران کاسته داختر از آشن. اگر یه کسی بگه تو ایران برید مثلا ببخشید یه مثال میگم برو واسه من چش بیار، میرن سر طرفو میارن. خیلی ها کاسته داختر از آش شدن تو این مسئله. تا قبل میگفتن آقا با حریف اسرائیلی مسابقه ندیم، قانون کشورمونه، به قانون کشورمون احترام میذاریم، اوکی ما با حریف اسرائیلی مسابقه نمیدیم، دنیا میفهمن حالا به هر طریق. علی الان دیگه ما با حریف اسرائیلی مسابقه نمیدیم، ما میایم قبلش میبازیم یا مصدوم میشیم که کلا از جدول مسابقات حذف شیم، جز خودمون کسی نمیفهمه. یعنی عرصه رو من فکر میکنم اون کسایی که کاسته داختر از آشن دارن تنگتر تنگتر و تنگتر میکنن. کاش که میشد که همونجوری که آقای رسول خادم پیگیری کرد این قضیه رو، اگر به باخت بیایم همه ببازیم، فقط اون یه ورزشکار نوازه، همه واقعا همه با هم بیایم ببازیم، این به نظر من قشنگتره. من نوعی واقعا اگه ببینم همه فدراسیون پشتم، همه جامعه ورزش و همه اونا تصمیم گرفتن که آقا اوکی اصلا تعلیق شیم، اصلا محروم شیم به خاطر اون چیزمون، به خاطر اون عرقمون، میگیم آقا قانون کشورمون بهش احترام میذاریم، نه اینکه یه نفر داغون شه، یه نفر به قول معروف از عرصه مسابقات دور شه برای اینکه فدراسیون پاورجا بمونه و مسابقات مختلف باز ادامه بدن. به نظر من اگر ما همه با هم دست به دست هم میدادیم و بدیم و بتونیم این قانون رو یه جوری برای همدیگه حلش کنیم، برای کشورمون حلش کنیم، یا اون سیاستمدارامون یه تصمیم میگیرن که ورزشکار ضرر نبینه، خیلی میشه. شما اشاره کردید که این باخت عمدی رو کسی خیلی متوجه نمیشه، فقط خود ورزشکار یا حالا خود فدراسیون هست که میفهمه، ولی مثلا مقام های حکومتی در ایران میگن که این باخت یک باخت قهرمانانه بوده، ازش تجلیل میکنن و حتی گفته میشه که خیلی هم ورزشکار تحویل گرفته میشه. خب این دیدگاه حالا سیاستمدارای داخلی ماه. مثلا من برای شما یه مثال میزنم، ما قبل فینال مسابقات، همین مسابقاتی که سعید داشت، بود حریف اسرائیلی با حریف الجزایری مسابقه داد، کشور الجزایر هم خب میگن اونا هم صهیونیستن، حتی با اونا رفتارهای مثلا دست نمیدن، سلام علیک نمیکنن، ولی حریف الجزایری اومد تو دوشک تمام جنگش رو کرد که ببره مسابقه رو باخت در آخر و حریف اسرائیلی خودش دست نداد. و فکر کنم این خیلی قشنگتر باشه که حریف اسرائیلی تعجب کرد که چرا دست نمیده، مسابقه رو انجام داد. اون چیزی که برای یک ورزشکار مسابقه است، بعد از مسابقه چیزای شخصی و چیزای جامعه‌ای، دست دادن دست نداد، اونو میشه گفت آقا طرف دوست نداره دست بده، ولی مسابقه دادن ما شغلمون ورزشه، ما شغلمون مسابقه دادنه، ما باید مسابقه بدیم، ما داریم تمام تلاشمون رو می‌کنیم، شبانه روز ورزش می‌کنیم، شبانه روز زحمت می‌کشیم برای اون مسابقه، اون لحظه. فکر کنم اگر این سیاست رو با ورزش از هم جداشون کنن خیلی قشنگ‌تر میشه، دنیای ورزشکارا قشنگ‌تر میشه. وحید سرلک بود، عضو سابق تیم ملی جودو.